صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء، السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يدي، السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، لعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روز و شب چرا از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربلا. ارث الحسین، بر حسین مرثیه بخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان. السلام على المهدي وعلى آبائه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث. عرض السلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سحرخیزان عزیز، بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. در خدمت شما هستیم با مطالبی حول و حوش مناسبت هایی که داریم در این ایام به خصوص و ورود به ماه مبارک رمضان.
ماهی که فرمود رمضان گفته شده است، به خاطر اینکه گناهان در آن ذوب می شود و خوش به حال کسانی که درک این ماه کنند. لحظات و ساعات بسیار زیبای سکوت و هدوعی که بر کربلا حاکم است. امیدوارم که بیاید ماه مبارک رمضانی و شما مشرف باشید کربلای آقا سید الشهدا و نیمه شبها ببینید کربلا را چقدر با صفاست. الحمدلله رب العالمین که ما در خدمت شما هستیم از بهشت روی زمین کربلای معلا. اطاله نمی کنم در مقدمه مطلب، قول دادیم که دعایی که جواد الائمه صلوات الله علیه در شب اول ماه مبارک می خواندند را برای شما قدری ترجمه و شرح کنیم به مدد خدا آقا سید الشهدا و ساقی معرفت حضرت قمر بنی هاشم. بارها گفتم و بار دیگر می گویم، ما هرچه از معارف حضرات آل الله میگوییم برای شما و میدانیم انشاءالله به عنایت خود حضرات اهل بیت است و ساقی آن حضرت قمر بنی هاشم صلوات الله و سلامه علیه هستش. از اعمال ماه مبارک رمضان خواسته شب اول ماه که در مفاتیح شیخ عباس قمی هم به آن اشاره شده است، دعایی است که حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه میخوانده است و دستور به ما رسیده است چنین که ما هم بخوانیم این دعا را. در مقدمه این دعا گفتند که دستها را بالا ببریم. این دست بالا بردن خودش فلسفه و حکمتی دارد بسیار زیاد، بسیار زیبا، حکمتهای فراوان دارد. یکی از آنها این است که در اختصار عرض کنم رغبت است. رغبتی که عبد دارد به مولای خودش. دست را وقتی بالا می آورد، نگاه کرده اید طفل را وقتی که از بزرگتر از خودش تمنای آغوش دارد، تمنای برداشته شدن دارد، دست را چگونه بالا می آورد، چگونه در التماس و رجاست، چگونه در تمناست که مرا از زمین بردار. کودک نوپا را عرض می کنم، اب در مقابل مولاش چنین است، دستها را به اندازه رغبتش بالا می آورند. لذا در احوالات خاتم انبیا صلی الله علیه و آله فرموده است که چنان دستها را بالا می آورد که زیر کتف مبارک حضرتش نمایان می شد. پس این در مقام رجاست، در مقام رغبت است، در مقام تمناست. عبد وقتی که به درگاه الهی نشسته است باید در تمنا باشد، هر چی که میخواهد را باید در تمنا طلب کند. عذرخواهی میکنم. تمنا هر چی بیشتر باشد، گفت که دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا جان رسد به جانان یا جان ز تن براید. در طلب باید این گونه باشه. از صفات حضرت حق است که یا من یحب الحاح الملحین، ای کسی که دوست می‌داری لحی کردن. الحاح به این معناست که اصرار بسیار زیادی در حاجت داشتن و خدا این هیبت را از بنده خود می‌پسندد و دوست دارد. ابتدای دعا این گونه شروع می شود: اللهم یا من یملک التدبیر و هو علی کل شیء قدیر. انگار که حرف آخر را حضرتش اول می زند. خداوندا، ای خدایی که تدبیر امور عالم به دست قدرت توست. تدبیر چیست؟ مدیر و مدبر کیست؟ امور دنیایی، امور اخروی، کل امور خودش را عبد باید دست حضرت حق بسپارد. اگر چنین شد خیر دنیا و آخرت را میبرد. این حرف مقابل با تدبیر و فکر کردن و درست تشخیص دادن و چیدمان آن چیزی که برای زندگی مناسب است منافاتی ندارد. تدبیر کردن حضرت حق همراه با توکل عبد باید باشد، یعنی این که تو چراغ راه را روشن کن و حضرت حق بینایی را به تو خواهد داد، نه این که تو تنها می توانی سیر کنی این طریق را، نه این که حضرت حق تو اگر بنشینی دستت را می گیرد. خیر، هر دو تو امان است، ولی توکل باید بیشتر باشد. حالا که مثال اول را در کودک و طفل زدیم، مثال بعدی را هم در همین مسئله می زنیم و آن این که
همه بچه ها وقتی که قدری قدرت تمیز پیدا می کنن، قدرت تشخیص پیدا می کنن، یکی دو سال از عمرشون که می گذره می دانن در دو سالگی سه سالگی که احتیاج به غذا دارد، احتیاج به صبحانه دارد، احتیاج به نهار و شام دارد. دقت کنید، لطیف از مثال، احتیاجی به لباس دارد، میداند وقتی میخواهد بیرون برود باید لباس مناسب بتن کند، خاصه بچه های امروزی که بیشتر فهمیدند. اگر جای خاصی میخواهد برود لباس خاص میخواهد، اصرار میکند بر آن لباس خواستن، میداند که سر غذا باید حاضر شود. اما تا حالا دیده اید بچه این نگران این باشد که لباس میخواهد، نگران غذای خودش باشد، نگران صبحانه خودش باشد؟ هیچ بچه‌ای نگرانی ندارد. چرا؟ چون یقین دارد پدر و مادری دارد که برای او فراهم میکنند غذای او را. یعنی بچه دغدغه یافتن غذا را ندارد، فقط همت خوردن دارد. حالا این مثال را منطبق کنید بر عبد و مولا. عبد نسبت به مولایش باید چنین باشد، دغدغه تدبیر امور نداشته باشد، تدبیر امور را به حضرت حق بسپارد و قدم در راه بگذارد، آنچه که او گفته است انجام بدهد. مدبر خود حضرت حق جل و علاست. البته هرچه که ما میگوییم در تدبیر حضرت حق، باید بدانیم که مقادیر رفت فی اموره تهبط الیکم و تسطر من بیوتکم. مجلای تدبیر حضرت حق حضرات ولایت هستند. خداوند علی اعلی از مجلای تدبیرش، از مجلای ولایت حضرات اهل بیت امور بندگان را تدبیر می کند. نکته این است که باید بدانیم این نگاه حقیقی عبد مولا در طول حضرت حق ولایت خودش را باید بیابد و غافل از ولی نعمتش نشود. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكالب والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والغضب. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدعتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأثرة قد أغلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله اكبر.
جدی فراز فراز مناجات ها زیباست. خوش به حال شما که بزرگانی ائمه داشته ایم که معارف را در قالب این ادعیه به ما بیاموزند. یکی از اهداف این ادعیه، یکی از هدفهایی که دعاهایی که حضرات اهل بیت به ما رساندن این است که لابلای خطوط این ادعیه معارف را درست کنیم، معرفت را بالا ببریم، بدانیم با چه کسی سخن میگوییم و از چه کسی میخواهیم. تدبیر امور دست اوست، اویی که بر هر شیء قادر است، قدرتش بی انتهاست، بلکه قدرتون کلو، همش قدرت است. که در این قدرتون کلو که حاصل روایت است بحث بسیار زیاد است و ما قصد اطاله در این مطلب نداریم. انشالله بشه که این دعا را در همین یکی دو شبه تموم کنیم و برگردیم در شرح دعای افتتاح و ادامه دعای افتتاح. نمیدونم، شاید حواله امام رضا بوده است که ما از جواد الائمه سخن این شبها بگوییم، شاید امور بسیار گره خورده است و حضرتش اراده کرده است که به دست آقا جواد الائمه گره از کار همگان بکشاید. انشاءالله چنین است و تفعول به خیر میزنیم. یا من یعلم خائنت الاعیون، ای کسی که خائنه چشم را میدانی، خائنه اعیون، خائنه چشم، نگاه دزدی، نگاه قاپیدن را میگوید خائنه اعیون. نگاهی که اگر دقت کرده باشید گاهی به جایی به سمتی نگاهی میکنی ولی گونه ای وانمود میکنی که نگاه من به آن چیز و سمت نیست، این را میگویند خائنه اعیون. نگاه در لطافت کردن، نگاه دزدی را خائنه اعیون میگوید. نمیخواهی کسی متوجه بشد که سمت نگاه تو کجاست ولی قصد تو نگاه به همان مکان است. بین عوام میگویند نگاه زیرچشمی، نگاه زیرچشمی کردن را حضرت حق میگوید میدانم تو چه قصد کرده، یعنی در همان لحظه و نقطه‌ای که میخواهی مخفی کنی آن سرت را، حضرت حق آن را میداند. و این عبارت برگرفته شده از آیات قرآن مجید است. و ما تخفی الصدور، حضرت حقی که میداند در سینه ها چه چیزهایی مخفی کرده ای، اسرار شخص را میداند. و تو جن الضمیر و هو اللطیف الخبیر، آن خدایی که از راز درونها آگاه است، که او خدای لطیف دانای به تمام اسرار عالم است. زانو زده این در محضر کسی که اسرار عالم را میداند. ما بعضی از عرضم به خدمت شما ناملایمت هامون، بعضی از بهانه جویی هامون، جنس ما اینطور است، بعضی از گله‌مندی هامون از این است که نمیدانیم اسرار را. اگر اسرار را میدانستیم قدری زبان کوتاه میکردیم از گله. ای صد دله، ده دله، دل یک دله کن. باید دل را از غیر حق گرفت، بست. ما اسرار را نمیدانیم، لذا باعث می شود گله‌مند باشیم. بعضی از اوقات خب عرصه بر همگان تنگ شده است، شاید زبان به نارضایتی باز کرده ایم، برای همگان ممکن است پیش آمده باشد. اولیاء خدا چنین نیستند، تماما در مقام صبر و رضا هستند. آمد خدمت معصوم صلوات الله علیه و عرض ایمان کرد. خود روایت را مفصلا نمیگویم، جابر است و امام باقر مفصل است، بماند. میدانید مضمون را اشاره میکنم که گفت آقا من کار به جایی رسانده ام که مریضی را بهتر از سلامت میپذیرم. حضرت به او فرمودند ما حضرات اهل بیت این گونه نیستیم، هرچه خدا میخواهد میپسندیم. من از هجران و درد و وصل و هجران، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. ابی عبدالله مدد کنند بتوانم جملات را ترکیب کنم آنگونه ای که به مزاق شما بیننده ها خوش بیاد. ان شاء الله. خدایی که لطیف و خبیر است، با این که اسرار را میداند، با این که شاید بین افعال ما، اسرار ما کاری باشد که یکی از آنها کفایت می کند که دمار از روزگار ما درآورد،
ملائکه غلاظ شداتش با ما برخوردی کنند لایق ما. با این احوال او لطیف و خبیر است و می گذرد از همه جرم و جرائم ما. اللهم اجعلنا ممن نوا فعمه. این نکته است که مهم است در شب اول ماه مبارک به آن دقت کنیم. ای خدا ما را از آن بندگان صالح گردان که چون نیت کنند در پی آن عمل نمایند. چه بسا نیت هایی که عملی در پی آن نیست. هرچند گفته ان نیت المؤمن خیر من عمله. مؤمن اگر نیت کند خدا به نامه عمل او نیت را می نویسد و ثواب عمل را به او می دهد. نیت عمل خیر را خدا به مؤمن می دهد، هرچند که خلافش را خدا نمی نویسد، یعنی نیت فعل شر را خدا نمی نویسد. و این دقت کنید از خصائص امت خاتم الانبیاست که در شب معراج حضرت ختمی مرتبت رحمتا للعالمین از حق جل و علا خواست برای امتش، و این خصیصه فقط مال امت خاتم است که نیت خیر را می نویسد نیت شر را نمی نویسد تا اتفاق بیفتد. ای خدایی که قادری بر همه چیز، میدانی سر سینه مرا، لطیف و خبیری، به من همتی بده که اگر نیتی کردم در خیر و صلاح آن را عملی کنم. چرا که مؤمن در شب اول ماه مبارک نیت روزداری می کند. الان که من نیت کردم تو باید توفیق آن را به من بدهی که عمل کنم به آنچه که در نیت خود دارم. ولا تجعلنا ممن شقی فکسل. خدایا ما را از کسانی قرار نده که شقاوتمندن و کسالت دارن. عجب نکته ایست شادابی نزد اعمال. دیدید بعضی وقتا انسان نسبت به اعمال کسله. بعضی ها را دیدی با یه اکراهی رو به قبله پا در سجاده میگذارن، کسالت دارن که انه میل و رغبتی ندارن. حضرت جواد الائمه این نکته را تنبیه میکنن، این نکته را تحذیر میدن، مراقب باش میگوین هیهات بر تو اگر که این گونه باشی. وقتی در مقام عبادت حضرت حق قرار میگیری، وقتی نیتی در خیرات داری، بنا داری کار خیر انجام دهی، مرد عمل باش، به میدان عمل بیا. جز کسانی نباش که کسل هستن، اینها شقاوتمندن. کسل بودن در عبادت شقاوت می آورد به اشاره حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه. بله ان لقلوبکم اقبال و ادبار. فرموده است امیر عوالم امیر المؤمنین اسد الله الغالب مظهر العجائب و الغرائب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، فرموده است که قلب شما گاهی رو می آورد گاهی رو بر می گرداند. فأتوها من اقبال ها قریب به این مضامین در روایات دیگرم هست. وقتی که قلب اقبال دارد مهیاش و فرصت مختنم شما را اهل عبادت و ذکر باش در اون لحظه. اینها درست است، ولی از خدا توفیق این را خواستن که نیتی که می کنم تو هم مددم رسان که مرد عمل در این نیت باشم. این هنر است، خواستنش از خدا توفیقش از خدا می رسد و عبد هم این گونه می شود. لذا می بینیم بسیاری هستن که در اعمال موفقن. می بینی شخص را سر تا به پای او اصلا ظاهرش چیزی نشان نمی دهد، بعد که در تحقیق برمی آوی می بینی که از خیرین بزرگ است، از کسانی است که سایه لطفش بر سر بسیاری افتاده است، از کسانی است که در دستگاه سید الشهدا خادم است و سردمدار خدمت با آقا ابی عبدالله است. مرد عمل است. مرد عمل بودن را در شب اول ماه مبارک جواد الائمه صلوات الله علیه به ما آموخته است که از خدا بخواهیم. ولا ممن هو علی غیر عمل یتکل. از جز کسانی قرار نده محروم از سعادتن و آنان که به کاری نکرده اعتماد کنند و پاداش خواهند مگردان. ما را از آنها قرار مده. خیلی نکته زیبایی است. گاهی وقتا در بین عبارات انقدر به وجد می آیم که نمی دانم چگونه بیانش کنه. مثل همینجا بعضی ها نشستند و می خواهند. این خلاف است.
نشسته یک گوشه و طلب داری از خدا که به تو عنایت کند، این خلاف نابرده رنج گنج میسر نمی شود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. رنجی نبرده ای چگونه طلب داری که خدا به تو عنایت ویژه کند؟ حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه از خدا می خواهد خدایا مرا از آن دست افراد قرار نده که حرکتی نکرده است و انتظار دارد که پاداشی هم بگیرد، تکیه کرده است به پاداش بی عمل. پناه بر خدا. درست است، شاید اینجا اشکالی به ذهن بعضی از اهل علم و اهل دقت بیاید که اصالت در افعال نیت است نه عمل. ما حرفی در این زمینه نداریم. اصالت العمل و اصالت النیه از مباحث بسیار مهمی است که در علم اخلاق به آن اشاره شده است. بسیاری از بزرگان بر اصالت النیه سخن گفتند و اصالت را از آن نیت می‌دانند. بعضی هم در عمل حرف‌هایی زدند، ولی حضرت جواد الائمه می‌آموزند که نیت همراه با عمل. نه کسی که نشسته است و کسل است و از خدا می‌خواهد برای کار نکرده به او پاداشی دهد. آنچه را که خدا گفته است پاداش. رزق می‌خواهی فرموده است چه کن که رزقت بدهم. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا داشته باشد خدا رزق او را از راه بیگمان میرساند. نه تقوا داری و شکایت از کمی رزق میکنی و طلب از خدا داری، کوسه و ریش پهن با هم جمع نمی شود. اهل تقوا باش. اگر روزی از راه غیر احتساب یعنی محاسبه گری از راه بیگمان رزقتون نرسید، آنگاه بیا و گله کن و به خدا بگو. گفته است در روایات هم همین است که اهل علم را خدا رزق از راه بیگمان میرساند. اهل علم شو، در تعلم در تعلیم قدم بگذار، رزقت را بیاب. خداوند علی اعلی بر خود واجب کرده است که رزق اهل علم را بدهد. پس نشستن و طلب پاداش کردن کاری خلاف عقل است و جواد الائمه صلوات الله علیه به آن اشاره می کند. بسیار حرف دارد بازم، ولی می گذریم تا بتوانیم دعا را در همین شبهای اول تمام کنیم. اللهم صحح ابداننا من العلل. خداوندا بدنهای ما را از درد و بیماری صالح کن. درد نداشته باشم، بیمار نداشم که بتوانم عمل کنم. در اخبار، در قصه ها، در حکایات آورده اند در متون ادبی که شخصی در مقام عبادت بود و حضرت حق را عبادت می کرد و شیطان بر او مجسم شد. شیطان آقا نشسته از سر را، شیطان نشسته است بر سر را. شیطان به او زمزمه کرد که چه میگویی؟ تا حالا اینقدر الله گفته ای یا عبادت کرد جوابم گرفته ای؟ به خودش برگشتید آری که انه جوابی که محسوس خود باشد نگرفته است. گفت حق با گذشت از ذهن او که حق با توست. شب وقتی که نشست در سجاده عبادتش و محرابش شروع کرد به ذکر گفتن، سردرد عجیبی سراغ او آمد به قدری که نتوانست عبادت کند. همینطور شدت گرفت. بعد از آن متنبه شد و فهمید که اگر عبادت می کند، این سالم بودن جسم را برای عبادت حضرت حق به او داده است. ما گاهی وقتا غافل از نعمتهاییم، غافلیم. ای کسی که روزه داری می کنی، قبل از هر چیزی خدای خودت را شکر کن که بدنی سالم و طیب به تو داده است که می توانی به آن عبادت کنی. ای کسی که پای برهنه، پای پیاده به سمت کربلای آقا سید الشهدا روحی الفدا قدم برمیداری، انشالله شکر این کن که سید الشهدا عنایت کرد، از خدا بدنی سالم به تو داده است که در این راه قدم بزنی. و قص علا فعلله و تفعلله. در این وادی اول ببین خدا اسباب عبادت را به تو داده است، بعد بنگر که آیا این عبادت نسبت به اسبابی که داری مناسب است یا نه. وقت ما گذشت، انشاءالله ما بقیه مطالب باشد
برای جلسه آینده به مدد آقا سید الشهدا و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. مریض ها رو فراموش نکنید، مادر مریضی هم هست، انشالله دعا بفرمایید برای عافیت، حمد شفا بخونید در این لحظات نورانی و وقت عبادت. ما را هم دعای خیر فراموش نکنید، بتونیم خدمت کنیم، هدیه محضر امام رضا صلوات ختم کنید. یا علی، خدا نگهدار. زمین کربلا تا دین شکسته، جوانان یک به یک بردی ز دست. زمین کربلا فصل بهار است، زفون نوجوانان لاله زار. زمین کربلا با هیل بازی عجب کردی و تو مهمان نوازی. زمین کربلا با هیل بازی عجب کردی و تو مهمان نوازی.